در خط خبرها. شکایت های پی هم از تعصبات قومی، خراسانی از صف طالبان جدا شد. کشته شدن یک عضو پیشین جبهه مقاومت زیر شکنجه گروه طالبان. بورسیه تحصیلی ژاپن برای افغان ها. شمار جان باختگان سیل در افغانستان به 200 نفر رسید. و طالبان داعش هیچ پایگاهی در افغانستان ندارد. با درود و سلام به شما همراهان گرامی به سرویس خبری امروز یک شنبه 23 ثور 1403 برابر با 12 می 2024 خوش آمدید. من توجه شما را به مهمترین خبرهای افغانستان طی 24 ساعت گذشته از خبرگزاری شانا خواهانم. مشروع خبرها. شکایت های پی هم از تعصبات قومی، خراسانی از صف طالبان جدا شد. عبدالحمید خراسانی یکی از فرماندهان خبرساز ریاست استخبارات طالبان اعلام کرد که از صف این گروه جدا شده است. خراسانی شنبه 22 ثور در یک کلیپ ویدیویی اعلام کرد که او و نیروهایش از صف گروه طالبان جدا شدند. او افزوده است که سلاح و تجهیزاتش را نیز به طالبان تسلیم می کند. وی تصریح کرده است خداوند بزرگ همین حکومت را به برادران دیگر نیک و مبارک کند. خراسانی درباره علت جدا شدنش از صف طالبان جزئیات ارائه نکرده است، اما پیش از این هشدار داده بود که در صورت ادامه تعصب توسط مقامات طالبان از صف این گروه جدا خواهد شد. عبدالحمید خراسانی مشهور به ناصر بدری از نخستین افرادی بود که پیش از سقوط پنجشیر با طالبان بیعت کرد و توسط این گروه به عنوان آمر امنیت فرماندهی امنیه طالبان برای ولایت پنجشیر معرفی شد. پیش از این نیز خراسانی بارها با پخش نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی از تعصبات قومی در رژیم طالبان شکایت کرده بود. کشته شدن یک عضو پیشین جبهه مقاومت زیر شکنجه گروه طالبان. منابع مردمی در کابل میگویند که یک عضو پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان زیر شکنجه جنگجویان استخبارات گروه طالبان کشته شده است. با گفته منابع، جسد میرافاق، یکی از اعضای قبلی جبهه مقاومت ملی افغانستان که چند قبل توسط عبدالحمید خراسانی از فرماندهان پیشین طالبان در کابل بازداشت شده بود، اخیراً به خانواده‌اش تحویل داده شده است. منابع افزودند که او در ریاست 40 استخبارات طالبان زندانی بود و زیر شکنجه افراد این گروه کشته شده است. با گفته منابع، میرافاق یک سال قبل از عضویت جبهه مقاومت انصراف داده و در کابل زندگی میکرد. گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی توسط رهبر گروه طالبان، اما طی بیش از 2.5 سال گذشته جمع زیادی از مقامات، نظامیان و شهروندان افغانستان به اتهام‌های مختلف توسط گروه طالبان بازداشت، شکنجه و به قتل رسیدند. بورسیه تحصیلی ژاپن برای افغان‌ها. سفارت ژاپن در افغانستان از بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان خبر داده است. سفارت ژاپن در افغانستان اعلام کرد که این بورسیه‌ها توسط وزارت آموزش، فرهنگ، علوم و فناوری این کشور برای سال 2025 در نظر گرفته شده است. این سفارت تصریح کرده است که روند انتخاب دانشجویان را به کمک بنیاد آقاخان انجام خواهد داد. با این حال سفارت ژاپن در مورد مجموعه این بورسیه‌های تحصیلی جزئیات ارائه نکرده است. شمار جانباختگان سیل در افغانستان به 200 نفر رسید. سازمان بین المللی مهاجرت دیروز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که بر اثر جاری شدن سیل در ولایت بغلان افغانستان بیش از 200 نفر کشته شده و هزاران خانه آسیب دیده و یا ویران شدند. هدایت الله همدرد از مقامهای طالبان در ولایت بغلان پیش از این تاکید کرده بود که تعداد کشته های سیلاب در این ولایت احتمالاً باز هم افزایش خواهد یافت. باران در ولایت بدخشان در شمال شرق و ولایت غور در مرکز افغانستان نیز خسارات سنگینی به بار آورده است. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مدیریت بحران طالبان در بدخشان گفت که سیل خسارات مادی فراوانی به برخی مناطق وارد کرده است. افغانستان سال گذشته زمستان خشک داشت و همین مسئله جذب باران را در خاک دشوار کرد. همین امر این کشور را در برابر تغییرات جوی آسیب پذیر کرده است. این کشور در 14 دهه گذشته شاهد جنگ بوده و از فقیرترین کشورهای دنیا است و آمادگی چندانی برای مقابله با گرمایش جهانی ندارد.
افغانستان تنها 0.06% از آلاینده های گلخانه ای را تولید می کند، اما بر اساس نظر کارشناسان ششمین کشوری است که در معرض بیشترین خطرات ناشی از تغییرات جوی قرار دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نیمی از جمعیت 41 میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و 15 میلیون نفر ناامنی غذایی را تجربه می کنند. سخنگوی پلیس طالبان: داعش هیچ پایگاهی در افغانستان ندارند. طالبان در واکنش به ادعای حضور گروه داعش در افغانستان با رد حضور این گروه در این کشور تاکید کردند که هیچ یک از مراکز عناصر داعش در افغانستان فعال نیست. خالد زدران سخنگوی قمندان امنیه کابل تاکید کرد هیچ یک از مراکز داعش در افغانستان فعال نیستند و حتی یک وجب از خاک افغانستان را در اختیار ندارند که یا در آن زندگی و فعالیت کنند و یا از طریق آن فعالیت‌های برای جذب جوانان انجام دهند. وی درباره برخی ادعا مبنی بر حملات گروه تروریستی داعش به نهادهای طالبان در افغانستان گفت چنین ادعا مطلقاً بی‌اساس است. خالد زدران گفت افرادی که این شایعات را منتشر می کنند کسانی هستند که صلح را در افغانستان نمی خواهند. می خواهند برای رسیدن به اهداف خود افغانستان را برای جهان ناامن معرفی کنند، لذا در صدد ایجاد شرارت در کابل هستند. این بود مهمترین خبرهای افغانستان طی 24 ساعت گذشته که تقدیمتان شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.